سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب کریپتو فارسی. من علیرضا و امروز قراره در مورد صرافی کوینیکس صحبت بکنیم. ببینیم که این صرافی خوبیه، میتونیم بهش اعتماد بکنیم، شرایط ترید کردن توش چجوریه، کارمزدش چجوریه و چرا من فکر میکنم که میتونه یه صرافی مناسب برای ترید کردن ایرانیا توش باشه. در ضمن صرافی کوینیکس یه جشنواره‌ای گذاشته که تا چهارشنبه همین هفته میتونید توی کوینیکس ثبت نام کنیم. 1000 ست بین کسایی که ثبت نام کردن تقسیم میشه و حالا اینم یه جایزه خوشامدگوییه دیگه، یه جورایی میشه اینجوری حساب کرد. ولی بیشتر تمرکزمون روی اینه که ببینیم چرا من فکر میکنم که این صرافی میتونه یه صرافی مناسب برای ترید، مخصوصا برای کسایی که ایرانیان و دسترسی به مدارک خارجی ندارن باشه. پس اگه موافقین ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب بدین ویدیو با من همراه باشه. خب بهتون بگم که من تقریبا حدود 2 سالی هست که تو این صرافی حساب دارم. بریم بهتون بگم که تو سیستم که چرا این صرافی میتونه یه صرافی مناسب برای تریدر باشه. خب اگه بریم تو سایت کوین مارکت کپ این صرافی رو میبینیم که تو رتبه 32 بهترین صرافی‌های دنیاست. حالا این بهترین صرافی دنیا از چه نظر تعیین میشه؟ از لحاظ حجم نقدینگی که دارن، کارمزدی که میگیرن، اعتباری که دارن، حجم معاملاتی که توشون معامله میشه و همه اینا باعث میشه که امنیتی که دارن، اینا باعث میشه که یه صرافی رتبه بندی بشه. و الان صرافی کوینیکس تو قسمت دریویتیو یا همون مشتقات یا همون فیوچرز رتبه 30 داره. جالبه که من یه سال و نیم فکر کنم یه سال پیش یه ویدیو راجع به همین کوینیکس ساخته بودم، حالا اینجا لینکشو براتون میذارم اگه دوست داشتین ببینید، ولی خب خیلی قدیمی اون، این ویدیو کامل‌تر و بهتره. اون زمان رتبهشون خیلی پایین تر از این بود، یعنی مثلا فکر میکنم هولوش 60-70 اینطورا بودن. جالبه که چجوری تو این یه سال خودشون رو تونستن تا رتبه 30 بیارن بالا و به هر حال جزو یکی از صرافی‌هایی که تو حداقل میشه گفت تو حدود 30 تا صرافی برتره. اما خب میدونین دیگه مشکلی که ما ایرانی ها داریم اینه که نمیتونیم تو صرافی احراز هویت بکنیم به خاطر حالا شرط سیاسی که کاری نداریم بهش. ولی بحث اینه که صرافی کوینیکس هدف مخاطب هدفشو بجز این که حالا تو کشورهای زیادی کار میکنی که حالا جلوتر راجعش صحبت میکنیم، ایرانی ها رو به عنوان یه مخاطب هدف قرار داده و براشون یعنی واقعا انرژی گذاشته و شاید همین تمرکزش رو ایرانی ها و حالا کسایی که نمیتونن تو صرافی‌ها یا شاید تراز اول حساب باز بکنن همین باعث شده که اینقدر بتونه پیشرفت کنه. حالا اینجا فیش معاملات رو زده، فی میکر فی و فی تیکر فی که به نسبت خیلی از صرافی‌های مشابه خودش فی پایین‌تری داره، ولی بحثی که هست که این تمام فی‌هایی که اینجا زده یه فی متوسطه، یعنی تو صرافی‌ها مقدار فی بسته به حجم معاملاتی که می‌کنید و شرایط دیگه ممکنه متغیر باشه که حالا جلوتر راجعش صحبت می‌کنیم، ولی در نهایت مقدار فی که میگیره معقوله. 122 تا مارکت داره و از دسامبر 2017 این صرافی تأسیس شده که نسبت نگاه کنید به صرافی های قبل و بعد خودش یکی از قدیمی ترین هاست. از 2017 تا الان که 2023 باشیم 5 ساله که داره این صرافی کار میکنه و مشکل نشده. حالا اگه بخوایم یه ذره ریستر بشیم، من اینجا براتون یه سری موضوعات رو بولد کردم. یه موضوع اینه که این صرافی به 15 تا زبون از 15 تا زبان پشتیبانی میکنه که فارسی هم جزء بشه. کسی که میخواد تو صرافی به زبان فارسی از زبان فارسی استفاده کنه میتونه. یه کامیونیتی فارسی داره که ادمیناش هستن، اگه سوالی چیزی داشته باشین میتونین ازش استفاده بکنین. و اینکه 4 میلیون کاربر داره توی 200 تا کشور دنیا. یه کاری که کردن اینه که سال 2022 یه متد حسابرسی ایجاد کردن به اسم مارکت تری که خیلی از صرافی ها از زمانی که FTX اون بلا سرش اومد و مشخص شد که اصلا پول کاربر داخلش نبوده بیرون بوده، خیلی از صرافی اومدن از یه متدی استفاده کردن به اسم مارکت تری که نشون میده که آقا این صرافی چقدر دارایی داره. یعنی اگه مثلا من کاربر 50 تا بیت کوین فرستادم، شما 100 تا بیت کوین فرستادی، در نهایت مشخص میشه که 150 تا بیت کوین توی اون صرافی هست و همین میتونه یه مقدار حداقل تا حدی خیال کاربرا رو راحت بکنه از این داستان که اون بلایی که سر FTX اومد سر حالا صرافی دیگه نیاد. صرافی کوینیکس یکی از صرافی بود که اول از همه این کارو کرد و هنوزم که هنوز بعضی از صرافی این کارو نکردن، ولی خب بیشتر صرافی معتبر دیگه این کارو انجام دادن. اما چه کسی کوینیکس رو تأسیس کرده؟ آقای هایپو یانگ مؤسس کوینیکس بوده، همونجوری گفتم تو سال 2017، یکی از صرافی قدیمیه. این آقا کسیه که استخر بیت کوین ویا BTC رو ممکنه خیلی از کسایی که ماین میکنن اسمش شنیده بودن، جزو یکی از استخرای معتبر و معروف و
بزرگ بیت کوینه، که این استخر رو هم همین آقای هایپو یانگ مؤسسش بوده. در نهایت تعرفه کوینیکس و این استخر نقدینگی یه مجموعه هولدینگ توری رو ایجاد کردن که شامل این دوتا حالا نهاد یا شرکت و شرکت‌های دیگه. اما اگه بخوام راجع به کارمزدشون صحبت بکنم، کارمزدشون رو میتونید اینجا ببینید که بر اساس چی طبقه بندی میشه. اما یه چیزی بهتون بگم، اینه که خب وی آی پی صفر یعنی کسی که توکن ست نداره، حجم معاملاتش کمه، کارمزدی که باید برای معاملات فیچرز پرداخت بکنه بین 0.00 تا 0.05. خب اینو تا اینجا داشته باشین. اگر توکن ست داشته باشید، حالا بر اساس چیزی که اینجا زده، باز رو اون توکن ستی که بر اساس اون توکن ستی که دارید بهتون تخفیف تعلق میگیره. خب این یه بحث ماجرا. یه بحث ماجرا دیگه هم هست که از اونجایی که خب من تعداد کاربری زیادی دارم تو هم توی کوینیکس هم توی کانال یوتیوب، تونستم در واقع سفیر کوینیکس بشم و تونستم یه بخشی از این کارمزدی که شما میدین رو به خودتون برگردونم که حدود 20%. یعنی شما اگر با لینک من ثبت نام بکنین، بجز این جایزه ست که حالا تا چهارشنبه هست این جایزه ست، خب میگیرین، از اون به بعدش برای همه کسی که ثبت نام بکنن با لینک من 20% تخفیف توی همین کارمزدی که الان دارید میبینید، بازم رو اونم تخفیف میگیرید که حالا جلوترم باز بهتون اگه بشه نشون میدم. اما حالا که تو صحبت از توکن ست شد، بذارین من بهتون بگم که توکن ست هم خب حالا جز این که گفتم بهتون کارمزد معاملاتتون رو کم میکنه، این توکن ست نگهداری شاید ایده بدی هم نباشه، مخصوصا برای قسمت وی آی پی 1ش که حدود $30 بیشتر با قیمت الان فکر می‌کنم حدود $30 بیشتر توکن ست نمیخواید. حالا $30-$40 بیشتر توکن ست نمیخواید، میتونید اینو داشته باشین، کارمزد ترکنشتون کم میشه. ضمن اینکه حالا اگر توکن ست هم نگاه بکنیم به نمودار قیمتیش، از زمانی که لانچ شده که حدود 0.02 بوده، الان 0.03. این چند تا چیزو نشون میده، حالا بجز اینکه الان شرایط بازار ارز دیجیتال میدونید دیگه چقدر خرابه، حالا ممکنه یه مدت خیلی بهتر بشه، حتی تو اوج قیمتی تونسته مثلا تا 13 سنت هم برسه، یعنی مثلا حدود 5 برابر قیمتی که الان داره معامله میشه حدودا تقریبا. حالا برای همین شاید نگهداری این توکنم ایده بدی نباشه، حالا باید بررسی بکنید. شرط توکنومیکش هم میتونید اینجا ببینید، بیشتر توکنشون دست خودشونه برای حالا موضوعات بازاریابی، برای تبلیغ به مشتریا. اگه فکر میکنید که این صرافی میتونه رشد کنه در آینده و اینکه میتونه سود خوبی به دست بیاره، شاید استفاده از این توکن ایده بدی هم نباشه. ضمن اینکه اینم بهتون بگم، صرافی کوینیکس یکی از صرافیه که بلاکچین خودش هم راه انداخته و این توکن ست به عنوان هزینه تراکنش توی اون بلاکچین هم استفاده میشه ازش. اما یکی از مزیتایی که صرافی کوینیکس داره و همیشه من خودم از این مزیتی که داره استفاده میکنم اینه که هزینه برداشت خیلی خیلی مناسبی داره نسبت به بقیه صرافی ها، نسبت به صرافی ایرانی که خیلی بهتره، نسبت حتی به صرافی خارجی هم باز بهتره. مثلا میگم من خودم چون بیت کوین علاقه دارم و تقریبا هر ماه برای خودم بیت کوین میخرم و تو سبد بلند مدت هم نگهداری میکنم، جایی که میتونم با کمترین هزینه بیت کوینمو انتقال بدم به کیف پولم همین صرافی کوینیکس. نگاه کنین شما الان کارمزد برداشت بیت کوین رو تو صرافی کوینیکس که اگه نگاه کنید، من خودم هم چند بار تو ماهای تو روزهای مختلف برداشت کردم، 0.301 بیت کوینه. خب تقریبا میشه معادل شاید مثلا حال شما در نظر بگی $3. خب این کارمزد برداشت بیت کوین تو صرافی کوینیکس. اما تو صرافی مثلا مشابه خارجی فی برداشت بیت کوین 0.303 بیت کوین، یعنی 3 برابره. حالا اون $3 کجا، اینجا $9 کجا، $9 $10 کجا. تو بیشتر صرافی تقریبا همینه، تو کوینیکس کارمزد برداشت خیلی پایین‌تره، حالا چه تو اتریوم در نظر بگیرید چه تو بیت کوین، حتی توی یو اس دی تی تو تتر هم مثلا اگه صرافی دیگه 2 تتر یا 1.5 تتر یا 1.1 تتر بردارن، توی کوینیکس مثلا شما با 1 تتر یا 8 دات سنت میتونین تراکنشاتون رو انجام بدین که خب بالاخره یکی از مزایای این صرافی که من خودم همیشه ازش استفاده میکنم. خب اینجا هم جاییه که بهتون گفتم قسمت حالا کاربرایی که من تا حالا معرفی کردم به کوینیکس، حدود 244 نفر رو معرفی کردم که اینجا هم همینجوری که میبینی این 244 نفر 20% از کارمزد تراکنشی که حالا آدمای معمولی پرداخت میکنن چون با لینک من عضو شدن، 20%ش هم به خودشون برمیگرده، یعنی 20% کارمزد تراکنشی کمتری پرداخت میکنن. ضمن اینکه این جایزه هم که گفتم هست دیگه، لینک ثبت نامو تو قسمت توضیحات میذارم اگه دوست دارین عضو شین، که هم از این کارمزد تخفیف هم از اون جایزه تا چهارشنبه است، ولی یه روز جمعه بهتون میدن جایزه رو
استفاده کنین دیگه. حالا اگه بریم تو خود داستان ترید این صرافی چی؟ پلتفرم میشه گفت ساده ای داره، یعنی حتی کسایی که حرفه‌ای هم نیستن، حتی کسایی که خیلی هم کار نکردن، خیلی راحت میتونن با این پلتفرم ارتباط برقرار کنن. من خودم هم از کوینیکس به عنوان یکی از صرافی‌هایی که حالا ترید میکنم توش، ممکنه گاهی آربیتراژ که نمی کنم ولی از AMM یا اوتوماتیک مارکت میکرش یه زمانی استفاده می کردم، ولی الان دیگه نه. من توش ترید دارم، تریدای باز دارم، بیشترش هم که شکر خدا تو ذره. البته که تریدایی که من باز می کنم معمولا با لورج کمه و برای مدت زمان طولانی، که تا اینجا حالا این استراتژی جواب داده. بعد ببینیم که حالا الان که بحث استراتژی نیست، بحث معرفی صرافیه، ولی خب حالا دیگه در کل گفتم که بدونی که من خودم دارم از این صرافی استفاده میکنم. و قسمت‌های مختلف صرافی هم حالا اگه بهتون بگم، یه قسمت اوتوماتیک مارکت میکر داره اینجا برای کسی که مثلا فرض بکنید من یه ارز دیجیتالی دارم، مثلا ارز دیجیتال حالا الان فعلا مثلا بون، خب زیاد دارم از این ارز دیجیتال، میخوام نقدینگی فراهم بکنم برای بازار، میام این ارز دیجیتالمو میذارم، مدلش دلارم میذارم. خب هر کسی بیاد از این خرید و فروش بکنه تو صرافی، یه بخشی از اون کارمزدی که برمی‌دارن رو میدن به من. خب یعنی در واقع این کاری که توی دکس یا صرافی غیر متمرکز روال، اصلا نقدینگی صرافی غیر متمرکز از این طریق فراهم میشه، ولی خب این صرافی کوینیکس اومده گفته آقا شما هم مثلا انگار بیا یه جوری شریک ما شو تو معاملات. منتها کسی که نقدینگی فراهم میکنه، مثلا اگه ارز دیجیتال بونداری فراهم میکنی برای اتوماتیک مارکت میکر، ارز دیجیتال بون بعد ارز دیجیتالی باشه که مثلا دوست داشته باشی هولدش کنی، چون ممکنه مثلا فردا قیمتش بریزه، اون وقت شما به عنوان هولدر متضرر میشی. اگر هم قیمتش بره بالا، خب شما به عنوان هولدر سود میکنی. ولی خب یه نکته‌ای هم که هست، اونم که بعد کسی که میخواد نقدینگی فراهم بکنه باید حواسش به خیلی چیزا باشه، مثلا ایمپرمننت لاس باید بدونه چیه. من یه ویدیو ساختم اینجا، لینکشو اگه پیدا کنم میذارم، قول نمیدم ولی اگه پیدا کنم میذارم. و قسمت فایننس هم داره که شما مثلا میتونید هر ارز دیجیتالی که دارید، ارز دیجیتال معروف مثلا USDT دارید، BNB دارید، ارز دیجیتال رو اونجا قرار بدید، یه سود سالیانه بهتون میده که حالا این سود بسته به چیزهای مختلف میتونه کم باشه یا زیاد باشه. در نهایت این بود معرفی صرافی کوینیکس. من فکر می‌کنم برای کسایی که حالا تازه میخوان کارش رو شروع کنن، یا کسایی که استفاده میکنن از ترید، میتونه صرافی کوینیکس صرافی خوب و مطمئن باشه، ولی خب بازم این دلیل نمیشه که دارایی‌های دیجیتالمون رو همیشه تو صرافی نگه داریم. بهترین گزینه برای نگهداری دارایی دیجیتالتون همون کیف پوله. برای ترید کردن صرافی کوینیکس میتونه یه گزینه مناسب باشه که با هم اعتبارش رو بررسی کردیم. خب لینک ثبت نام همه چیز رو تو قسمت توضیحات گذاشتم که میتونید ثبت نام کنید و جایزه رو ببرید و تخفیف معاملات هم داشته باشید. اگه دلتون میخواد که یه گروه تلگرامی هست بشینیم با هم گپ و گفت کنیم، گروه تلگرام کریپتو فارسی لینکش تو قسمت توضیحات میذارم که اونجا بیاد بشینیم دوره همیم دیگه، همه دوره همیم و همینجوری هستیم. خب اگه این ویدیو براتون جالب بود، ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب انگیزه بیشتری ما برای ساخت ویدیو بهتر بدین. مرسی از اینکه تا اینجا با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خداحافظتون.